تظاهرات خشونت آمیز اعتراضات مسالمت آمیز را در فرگیسون تحت شعاع قرار داد. البته پس از تلاش ها برای ایجاد آرامش و پس از چند روز شورش و خرابکاری و چور و چپاول. ده ها نفر از داوطلبان در پاکاری محله همکاری کردند. این رستوران دو بار مورد حمله قرار گرفت. اینجا کسانی بودند که هیچ ارتباط به این موضوع نداشتند و آنها به خرابکاری دست زدند. در نزدیکی آن یک محل یادبود موقت برای مایکل براون، نوجوان غیر مسلح امریکایی افریقای الاصل ایجاد شده است که در 9 آگوست توسط یک افسر پلیس سفید پوست به قتل رسید. هنوز انقسام بزرگ در میان یک سفید پوست و سیاه پوست امریکایی وجود دارد و باور من این است که تا زمانی که یک تعامل واقعی وجود نداشته باشد ما هرگز به طور کامل این مشکل را حل و فصل کردن نمیتوانیم. ادوین باس، یک رهبر روحانی و دیگر رهبران مذهبی با اریک هولدر، وزیر عدلیۀ ایالات متحده امریکا صحبت کردند. ادارۀ اف بی آی در حال بررسی نقض احتمالی حقوق مدنی از سوی پلیس می باشد. ارما دوپری، یک باشنده فرگیسون، خشونت را تقبیح می کند و خواستار عدالت است. این چیزی است که ما را مصمم می سازد که قدرت و اقتدار را پس بگیریم و آن صرف در برابر افسران پلیس نه، بلکه در برابر مردم سیاسی نیز می باشد. ما این گونه آن را بی‌عدالتی حس می کنیم. سازمان عفو بین الملل پلیس را به نقض حقوق اعتراض صلح‌آمیز متهم کرد، ولی آنها آن را انکار می کنند. رانالد جانسون می گوید آنها باید مظاهره کنندگان را در برابر گروه کوچکی که مسئول خشونت بودند حفاظت می نمودند. ما شاهد عناصر جنایتکار بودیم که در عقب مردم خوب پنهان بودند و مردم بیگناه را با خطر مواجه ساختند. آزادی بیان یکی از بزرگترین پدیده هایی است که ما داریم و تصمیم هم برای از میان برداشتن آن نداریم. ادوین باس می گوید تحقیق در مورد کشته شدن براون از سوی وزارت عدلیه یک موضوع حساس است. اگر تصمیم درست و درک مناسب صورت گیرد، صلح در این اجتماع به ارمغان می آورد. اگر جامعه احساس کند که قضیه عادلانه پیگیری نمی شود، بدبختانه ناآرامی ها ادامه خواهد یافت. ولی ران جانسون، افسر پلیس گزمه شاعرای میزوری، گفت در نزدیک یک محل ذخیره سازی عامه در ساعات اولیه بوتل ها بالای پلیس پرتاب شد. جانسون تاکید کرد که تلاش های کامل برای حفظ آرامش موفق بوده است. با این حال پلیس گفت که آنها 47 تن را دستگیر کردند که عمدتاً کسانی بودند که در برابر دستور پلیس با متفرق شدن از محل سرکشی می کردند.